یک گروه حقوق بشر اسلامی آمریکا حمله روز یکشنبه پهپادی آمریکا به خودروی در کابل را که گفته می شود بر اثر آن 10 غیر نظامی از جمله 6 کودک جان باختند محکوم کرد. شورای روابط آمریکایی اسلامی در بیانیه مطبوعاتی این کشتار را محکوم کرده و خواستار رسیدگی شفاف به این پرونده شد. در آخرین عملیات نظامی آمریکا در افغانستان یک هواپیمای بدون سرنشین خودروی را هدف حملات خود قرار داد که مقامات آمریکایی ادعا می کردند در آن اعضای وابسته به شاخه خراسان سنی های تندروی داعش در افغانستان بودند و قصد انجام حملات قریب الوقوع به فرودگاه کابل را داشتند. اما بستگان جانباختگان در این حمله اعلام کردند که قربانیان غیر نظامی بوده و هیچ ارتباطی با داعش ندارند. ادوارد احمد از مسئولان شورای روابط آمریکایی اسلامی میگوید بیش از 10 سال است که حملات هواپیماهای بدون سرنشین دولت ما باعث جانباختن تعداد زیادی انسان بیگناه در پاکستان، افغانستان، یمن و دیگر نقاط جهان اسلام شده و غیر نظامیان در کابل آخرین قربانیان سوء استفاده از این فناوری هستند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده بعداً اعلام کرد که در حال بررسی گزارش ها درباره تلفات احتمالی غیر نظامیان است. شورای روابط آمریکایی اسلامی از دولت بایدن خواسته تا استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نظامی را به شدت محدود کند، زیرا گذشته نشان می‌دهد که این حملات باعث مرگ غیر نظامیان شده است. این سازمان اسلامی در ماه دسامبر بیانیه منتشر کرد و خواستار تغییر سیاست‌هایی شد که جو بایدن باید در 100 روز اول ریاست جمهوری خود برای تضمین عدالت برای همه اعمال کند. در این بیانیه از بایدن خواسته شده بود انجام عملیات نظامی تنها به عنوان آخرین راه حل همراه با احترام به قوانین بین المللی باشد و از غیر نظامیان در برابر آسیب محافظت کند. بایدن پس از کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در بمبگذاری عناصر داعش در خارج از فرودگاه کابل با مهمترین چالش در دوران ریاست جمهوری خود مواجه شد. در این حمله نزدیک به 100 غیر نظامی افغانستانی جان باختند که امیدوار بودند پیش از تسلط سنی های تندروی طالبان از افغانستان خارج شوند.